خبرهایی از تحولات عراق. تظاهرات و تحصنهای مردم عراق در استانهای مختلف علیه حکومت مالکی ادامه دارد. تلویزیون الجزیره گزارش داد در ادامه تحصنها در عراق، خطبای این مراسم به نیروهای امنیتی مالکی در مورد هر گونه هدف قرار دادن متحصنان هشدار دادند. در تحصن و تظاهرات میدان عزت و شرف در رمادی، شیوخ عشایر از سایر استانهای عراق نیز شرکت داشتند. در فلوجه مراسم بزرگداشتی برای شهیدان تظاهرات با شرکت شیوخ و شخصیت‌های سایر استانهای عراق برگزار شد. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، وصلى اللهم على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. عیاد اللهوی رهبر العراقیه ضمن حمایت از شعارهای تظاهرکنندگان عراقی نسبت به عواقب وخیم فرقه گرایی سیاسی و دخالت‌های حکومت آخوندی در عراق که ممکن است به سقوط انتخابات آینده منجر شود هشدار داد. وی که با تلویزیون البغدادی مصاحبه می‌کرد، اوضاع عراق را خطرناک توصیف کرد و گفت پیام‌های تحولات سوریه را باید در نظر گرفت، دخالت طرف‌های منطقه‌ای و در رأس آن رژیم ایران را باید در نظر گرفت. همه اینها بر نزاع در عراق تأثیر می‌گذارد. عیاد اللهوی در مورد خواست‌های تظاهرکنندگان عراق گفت هیچ خواسته‌ای بر خلاف قانون اساسی نیست. تظاهرات در سال 2011 شروع شد و از بغداد به بصره و استانهای جنوب منتقل شد و الان به استانهای غربی منتقل شده است. تمام اینها به یک علت مشخص است، روند سیاسی همراه با حذف و کنار گذاشتن است و باید یک روز شاهد تظاهرات در بصره باشد و یک روز در الانبار. الان بعد از خروج آمریکا بحران به اوج خود رسیده است. رهبر العراقی هشدار داد اگر مشکل اساسی در عراق حل نشود، این وضعیت منفجر خواهد شد. اگر این انفجار الان هم صورت نگیرد، دو ماه دیگر صورت خواهد گرفت. اگر دو ماه دیگر نشود، پنج ماه دیگر خواهد بود. راه حل درمان این بحران روند سیاسی است. اللهوی در مورد وضعیت زندانیان گفت چه کسی دارد مردم عراق را منفجر می کند و می کشد؟ آیا اینهایی که در زندان هستند می کشند؟ روزانه انفجار هست، روزانه سر می برند، اما این بیگناهان یک سال و نیم است که در زندان هستند. همکنون دادستان یا یکی در دستگاه قضایی میگوید که ما تجاوز در زندانها را اثبات کردیم. این را من نمیگویم، بلکه دادستان میگوید. ظافرعلانی از رهبران العراقی گفت مالکی مستبد است و عراق را به سوی دیکتاتوری میبرد. وی افزود مالکی درباره قانون اساسی خیلی حرف میزند، اما هیچ گونه حقوق و آزادی ها رعایت نمی شود. میسون الدملوجی سخنگوی العراقی گفت هزینه های روزانه مالکی به 2.5 میلیون دلار می رسد. وی از سازمان سالمسازی عراق خواست تا مالکی را به علت هدر دادن بیت المال مورد بازخواست قرار دهد. میسون الدملوجی خاطر نشان کرد که بودجه شورای وزیران عراق سالانه به بیش از 3 میلیارد دلار میرسد که مالکی آن را هزینه میکند، بدون اینکه مشخص کند در چه رابطه‌ای هزینه کرده است. احمد المساری نماینده پارلمان از العراقیه گفت تعداد تظاهرکنندگان عراقی بیشتر شده و سقف خواسته هایشان هم بالاتر رفته است. وی که با تلویزیون از سومریه مصاحبه میکرد افزود مردمی که بیرون ریختند به خاطر موضوع دکتر علی ساوی نبود، بلکه به خاطر ظلمهایی بود که در طول سالیان متراکم شده بود. نقض بزرگ حقوق بشر،
شکنجه در زندان‌ها، دستگیری‌های خودسرانه، دستگیری به اتهام‌های دروغین و فریبکارانه و ظلم بزرگی که در جامعه وجود داشت مردم را بیرون کشید. جرقه‌ای که این آتش را درست کرد موضوع دکتر رافع العیساوی بود. شعلان الکریم نماینده پارلمان عراق از العراقیه اظهارات نوری مالکی که متحسنین در استانهای به پا خواسته را به طایفه گرایی متهم کرده بود محکوم کرد. وی طی سخنانی در میدان حق در سامرا در برابر مردم و هیئت‌های شیوخ عشایر الانبار، کرکوک، دیالی، نینوا و بغداد گفت: مردم عراق مردمی یک پارچه هستند و امکان ندارد که فرقه گرایی بین آنها تفرقه ایجاد کند.